به نام خدا. سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما شاگرده عزیز و گرامی صنف هشتم. امیدوارم که جور سعدمند باشید. شاگرده عزیز، به مضمون ریاضی بسیار زیاد خوش آمدین. خب شاگرده عزیز و گرامی، ما و شما مضمون ریاضی رو با هم میخوانیم، درست است؟ فصل چندم هستیم؟ فصل نهم، رابطه و تابع رو با هم دیگه میخوانیم، درست است؟ درس اول و عنوانی که ما و شما امروز باید بخوانیم، درسایی که ما و شما امروز میخوانیم چی است؟ نقطه در مستوی رو میخوانیم و مختصات یک نقطه در مستوی رو با هم دیگه میخوانیم، صحیح است؟ پس قبل که درس شروع کنیم، اول از همه تشکر میکنیم از شاگردایی که کارخانگی رو به ما روان کردن و از طریق چی روان کردن؟ از طریق واتساپ، نمبرش هم 2096478052554013. درست است؟ شاگرد عزیز، اگر کدام پیشنهاد، انتقاد یا مشکل در حل کارخانگی دارید، میتونید با ما در ارتباط شوید. خب شاگرد عزیز و گرامی، میریم سر تخته و درس شروع میکنیم، پس همراه ما باشید. شاگرده عزیز و گرامی، درسایی که امروز ما و شما میخوانیم چی است؟ نقطه در مستوی. مستوی رو که میفهمین چی است دیگه، نه؟ مستوی یا صفحه برش میگیم. این همی تخته ما و شما چی است؟ یک تا صفحه است، یک تا مستوی است، صحیح است؟ به این میگیم مستوی یا صفحه. حال نقطه در ای است ما و شما تعریف میکنیم. اگر یادتان باشد شاگرده عزیز، پس باید من نوشته کنم. نقطه در مستوی. خب شاگرد عزیز، اگر یادتان باشد در صنفای قبل ما و شما محور اعداد خواندیم، صحیح است؟ محور اعداد. با عنوان مثال در اینجا صفر است، اینجا یک است، اینجا دو است، منفی یک است، منفی دو. خب شاگرد عزیز، این محور ما و شما خواندیم قبلا، محور اعداد برش میگیم، صحیح است؟ محور اعداد، میتونیم محور اعداد طبیعی بگیم، اعداد، صحیح است؟ اعداد مکمل بگیم، اعداد تام بگیم و اعداد ریل نمبر یا اعداد حقیقی هم گفتیم برش گفتم میتونیم. خب شاگرد عزیز، حالا رو کار نداریم، دقت کنید، عدد دو رو دما پیدا کو. در اینجا در این محور میگیم عدد دو رو پیدا کو، ما میگیم خب این دو است، این عدد چند است؟ نقطه بالاش میمونم دو است. خب ممکنه یک شاگرد دیگه بیایه بگه استاد دو در اینجا هم است، این هم دو است. خب بله هم دو است دیگه، نه؟ یک تا دیگه ممکنه بیاد اینجا انتخاب کنه، یک تا دیگه ممکنه در اینجا انتخاب کنه، یکی ممکنه در اینجا انتخاب کنه. خب کدامش دو است؟ صحیح است؟ پس در اینجا چی یک مشکل ایجاد میشه که کدام از ما دو بگیریم؟ چند تا عدد است که کلش روی دو است؟ خب کدام میگیریم؟ خب پس با او خاطر ما باید چی کنیم؟ باید بتونیم یا این نقاط با هم دیگه فرق داده بتونیم. اگر فقط دو بگیم روی محور انمی میشه، ولی این نقاط ما و شما چی میشه؟ نقطه در مستوی میشه. این نقاط ما و شما در مستوی دو، درست است دو است، ولی یا با هم دیگه مساوی نیست، این نقطه دیگه است، دیگه است، دیگه است، دیگه است. با او خاطر ما و شما باید بتونیم یا از هم دیگه چی تشخیص بدیم کدام میگه، کدام سوال از ما و شما میخواید، اینیر میخواید، ایر میخواید، ای کدام از یار میخواید، صحیح است؟ پس با او خاطر ما و شما نقطه در مستوی باید بخوانیم و بفهمیم که در مستوی وقتی یک نقطه داریم چه رقم ما او را معرفی کنیم، بگیم این نقطه به عنوان مثلا نقطه ای، نقطه ای باشد نامش، این نقطه ای، نقطه ای را من به شما بگم تو بتونی دقیقاً اونجا پیدا کنی، این پایین رو پیدا نکنی، بالا رو پیدا نکنی، این اهمیت خود همین ایر پیدا کنی، صحیح است؟ پس با او خاطر ما نقطه در مستوی را باید بخوانیم. فهمیدی چی رقم شد دیگه، نه؟ در محور وقتی میگیم دو یک تا عدد است دیگه، ولی وقتی در مستوی میشه چند تا عدد میشه، کدام میشه میگیم؟
پس به خاطر ما به شکل تعریف میکنیم نقطه در مساوی. میگم حال به شکل است، ما و شما صفحه یا مستوی رو به شکل نشان میتیم. دو تا محور اگر ما و شما بیایم بر هم عمود بسازیم شاگرد عزیز، دو تا محور، یک تا محور به شکل افقی و یک تا محور به شکل عمودی، فیست این دو تا محور ما به هم دیگه عمود بسازیم به شکل، دقت کن شاگرد عزیز، فیست دو تا محور بر هم دیگه عمود میسازیم. پس در اینجا یک میشه به عنوان مثال، فیست به شکل نمیشه میکنم، در اینجا یک باشد، دو باشد، سه باشد. خب یک، دو، سه، چهار، منفی یک باندان مثل شکل دارید، منفی دو، منفی سه. پس دو تا محور داریم، در این میفهمیم که چند است، ای یک است، ای دو است، ای سه است، ای چهار است، در اینجا منفی یک است، منفی دو است و منفی سه. پس ما اگر دو تا محور بر هم عمود بسازیم، یک تا محور افقی، یک تا محور عمودی، به این نشان دهنده چی است؟ همون مستوی است یا صفحه ما و شما میشه. چون مفاهیم محور از سمت راست تا مثبت لایه تنهایی، در این برم تا منفی لایه تنهایی، بالا تا مثبت لایه تنهایی و پایینم تا منفی لایه تنهایی ادامه دارد. صحیح است؟ پس تشکیل یک تا چی رو میده؟ یک تا صفحه یا مستوی رو به ما و شما میده. حال ما و شما شاگرد عزیز یک نقطه در مستوی داشته باشیم، حال باید بتونیم رو نشان بدیم. بیره آله که چی است؟ چون یک محور افقی داریم، یک محور عمودی داریم، با یک تا عدد دیگه نشان داده نمیتونیم، با دو تا عدد باید نشان بدیم. یک تا در محور افقی چند است؟ یعنی با همین نقطه ای ما و شما، همین نقطه ای ما و شما در محور افقی چند است؟ در روی دقیقاً دو است. و در محور عمودی چی است؟ در محور عمودی هم دو است. صحیح است؟ پس دقت کن شاگرد عزیز، این همین نقطه ای ما و شما در محور افقی دو است، در محور عمودی هم اگر نگاه کنیم دقیقاً در دو است. پس این نقطه ای را اگر ما و شما بخوایم نشان بدیم، باید بگیم دو و دو به شکل نوشته میکنیم. دو و دو داخل چی میمانیم؟ جوره مرتب میمانیم، داخل قوس. پس همیشه شاگرد عزیز اول چی است؟ محور افقی و دوم محور عمودی را نشان بدیم. صحیح؟ این نقطه نامش اگه باشه نقطه چی شکل داره؟ نقطه بی باشد. نقطه بی جور مرتب چی میشه؟ دقت کنید، گفتم چون نقطه در مستوی هست دیگه چی باید با جور مرتب نشام؟ جور مرتب میفهمید چی هست دیگه؟ جور مرتب نامش هست دوتایی مرتب، دوتاست و مرتب است، فرق میکنه اول و دوم کدام باشه فرق میکنه. با عنوان مثال دقت کن، این نقطه ما و شما، بی ما و شما چی میشه؟ در محور افقیش عدد اول چند میشه؟ دو میشه، دقیقا در روی دو است. و عدد عمودی چند میشه؟ عمودی چند میشه؟ دقیقا شاگرد عزیز روی چند است؟ روی منفی یک است. پس دو و منفی یک میخوانیم. صحیح است؟ پس فرق کرد. این نقطه وقتی میگیم دو رو قبلا میگیم دو رو پیدا کن، همین میشد، همین میشد. حال فرق میکنه، این میشه دو و دو، این میشه دو و منفی یک. صحیح است؟ پس شاگرد عزیز دقت کن، قرارداد میکنیم. ما وقتی در مستوی داریم نقطه رو میخوایم دریافت کنیم، ما باید چی کنیم؟ باید حتما اول افقش نوشته کنیم و دوم عمودی رو نوشته کنیم. خب محور افقی رو شاگرد عزیز، محور افقی رو ما نامش میگیریم محور طول ها. دقت کنید، محور طول که با چی نشان میتیم؟ با ایکس نشانش میتیم. از این به بعد محور طول با ایکس نشان میتیم. صحیح است؟ خب اما محور چی عمودی رو با محور عرض ها نشان میتیم. محور عرض که با چی نشانش میدیم شاگرد عزیز؟ با وای نشان میدیم. پس محور ایکس رو، محور افقی رو با ایکس و محور عمودی رو با وای نشان میدیم. پس محور از این به بعد میگیم محور ایکس و محور وای. صحیح است؟ محور ایکس و محور وای. فهمیدی چرا خمشه شاگرد عزیز دیگه نه؟ خب حالی گفتیم همیشه اول باید ایکس نوشته کنی و دوم وای نوشته کنی. به این میگیم جوره مرتب، یعنی اگه جای از یا عوض شود ترتیبش عوض شود فرق میکنه، با هم دیگه مساوی نیست. شاگرد عزیز دقت کنید، ما اگر در ست داشته باشیم، ست دو و پنج با ست پنج و دو مساوی است. ست داخل چی منداختیم؟ داخل قوس کلان. اما اگر داخل قوس خرد باشه جوره مرتب خوانده میشه. دو و پنج با پنج و دو یار دو با هم دیگه مساوی نیستن، چون ترتیبشان عوض شده. اما در ست ترتیب عوض شده مشکل نیست، با هم مساوی است. اما در جور مرتب با هم دیگه مساوی نمیشه. صحیح است؟ پس فکرتون باشه کدام اول نوشتم، کدام دوم نوشتم میکنین. همیشه اول باید چی نوشته کنیم؟ ایکس نوشته کنیم و دوم وای نوشته میکنیم. اول طول، دوم عرض. درست است؟ محور ایکس، محور وای. فهمیدید چی رقم شد دیگه نه؟ خب شاگرد عزیز، پس نقطه در مستوی رو فهمیدیم چی است. ما و شما به او خاطر که بتانیم این نقاط با هم دیگه فرق بتیم، با هم دیگه کدامش فرق میکنه، کدام نقطه است، با او خاطر ما گفتیم در یک محور تنها جواب ما و شما رو داده نمیتونه. با او خاطر دو تا محور ما عمود بر هم کشیدیم. به این دو تا محور سیف شاگرد عزیز، به این دو محور میگیم چی؟ مستوی به ما و شما جور میکنه. و خیلی از کتاب امی دو محور که ما و شما میکشیم به یا میگن چی؟ مستوی کارتزیانی یا چی؟ سیستم کمیات وضعیه یا دستگاه مختصات دیکارت.
این آقای رنه دیکارت ریاضیدان فرانسوی را جور کرده. صحیح است، نام خودم سرش مانده. پس چی است؟ دستگاه مختصات دیکارت یا چی؟ مستوی کارتزیانی یا سیستم کمیات وضعیه. یعنی وضعیت یک تا نقطه به ما شما نشان میده که در محور ایکس ها چند است، در محور وای ها چند است، محور ایکس چند است، محور وای چند است. پس ما یار نوشته میکنیم همین دو تا محور عمود بر هم گفتیم چی برش میگیم؟ سیستم کمیات وضعیه یا گفتیم چی برش میگیم؟ مستوی کارتزیانی یا برش میگیم دستگاه مختصات دیکارت. اینجا نوشته میکنیم دستگاه مختصات دیکارت که آقای رنه دیکارت ایره گفتیم چی؟ جور کرده نام خود سرش مانده. پس هر کدامش بگه فرق نمیکنه. در بعضی کتابا ایره میگه، بعضی کتابا ایره میگه، بعضی کتابا ایره میگه. کتاب ما، کتاب ما و شما ارسیش رو گفته. صحیح است؟ مساوی کارتزیانی، دستگاه مختصات دیکارت یا سیستم کمیات وضعیه، هر کدام بگیم فرقی نمیکنه. درست است شاگرد عزیز؟ پس فهمیدیم چی است؟ نقطه در مساوی را فهمیدیم. که گفتیم اگر یک نقطه در مساوی داشته باشیم به با اون خاطر ما و شما بتونیم همون نقطه را دقیق پیدا کنیم. پس به دو محور نیاز داره، محور افقی و محور عمودی. درست است؟ محور افقی یا محور طولها که گفتیم نامش ایکس میمانیم، از این به بعد میگیم محور ایکس ها، و محور عمودی را نامش را محور عرضها یا محور وای میمانیم. درست است؟ خب شاگرده عزیز و گرامی، پس عنوان اول درس خود خواندیم. درست است؟ چی بود؟ نقطه در مستوی را خواندیم و دیدیم که ما میتونیم یک تا سیستم کمیات وضعیه جور کنیم، یا دستگاه مختصات دیکارت، یا گفتیم چی؟ سیستم کمیات وضعیه و مستوی کارتزیانی. گفتیم ارسیش رو میگه فرقی نمیکنه. اما عنوان دوم ما و شما چی است؟ مختصات یک نقطه در مستوی. مختصات چی است؟ مختصات یعنی آدرسش چی است؟ یعنی ایکسش بگو چند است و وایش چند است. صحیح است؟ به اون میگیم چی؟ مختصات یک نقطه. و اگر ما و شما یک نقطه رو داده باشد، ما و شما باید بتونیم مختصاتش نوشته، این آدرس نوشته کنیم، اما نقطه x چند است و y چند است. و برعکس اگر به ما و شما مختصات یک نقطه رو بده، ما و شما باید بتونیم اما نقطه رو در چی مستوی دریافت کنیم و پیدا کنیم اما نقطه کجاست. درست است؟ پس ما از اردوش کار میکنیم، میریم سر تخته و مثال کار میکنیم. درست است شاگرد عزیز؟ پس همراه ما باشید. خب شاگرده عزیز و گرامی، مختصات نقطه در مستوی یا در صفحه. درست است؟ مستوی گفتیم یا صفحه؟ گفتیم که ما و شما اگر یک مستوی یا صفحه داشته باشیم به این شکل ما و شما نشان میتیم. صحیح است؟ و دو محور عمود بر هم. صحیح است شاگرده عزیز؟ دو محور عمود بر هم نشان میتیم. خب دی محور افقی چی بود نامش؟ گفتیم محور طولها یا با چی نشان میتادیم؟ یا با محور طولها یا با ایکس نشان میتادیم. صحیح است؟ محور ایکس. صحیح است؟ و محور عرضها یا با محور وای نشان میدادیم. البته بعضی از کتابا شاگرد از محور طولها یا محور فاصله هم بهش گفته میشه. محور طول یا فاصله هم برش میگن. یا با چی نشان میدیم؟ با ایکس. پس نامش چی است؟ طول یا فاصله هم میگه. و محور عرضها یا با وای نشان میدیم. بعضی کتابا محور ترتیب هم به او گفته میشه. فاصله و ترتیب. طول و عرض، فاصله و ترتیب، ایکس و وای. صحیح است؟ اینو ما میفهمیم دیگه. خب میفهمیم که بهش ما و شما در اینجا یک است، دو است، سه است، چهار است، منفی یک، منفی دو، منفی سه، منفی چهار. و چون جایی نیست ما تا چهار بیشتر نکشیم، من ادامه دارد تا لایتانه ادامه دارد. در بالا چی میشه؟ مثبت میشه. صحیح است؟ یک مثبت، دو مثبت، سه مثبت، چهار مثبت. در پایین هم چی است؟ منفی است. منفی یک، منفی دو، منفی سه، منفی چهار. شاگرد عزیز دقت کنید، من راست و بالا را علامش نمونده، علامه نمونده میفهمید مثبت زیر خود خواندن دیگه شما در سال قبل. صحیح است؟ پس این چی است؟ به این میگفتیم چی؟ سیستم کمیات وضعیه یا مستوی کارتزیانی یا دیگه چی گفتیم؟ گفتیم دستگاه مختصات دیکارت. این عرصه یاد باشه که امی نامش همو عرصه است. صحیح است؟ خب عالی، دقت کن شاگرد عزیز، ما اگر یک نقطه داشته باشیم، یک نقطه داشته باشیم، مختصات یعنی چی؟ یعنی آدرسش رو بگو چی است، اما کجا قرار داره. صحیح است؟ به اون میگیم مختصات. خب با عنوان مثال ما و شما به شک داریم،
این نقطه نقطه A ما و شماست. نقطه A ما و شماست. گفته مقتصد از این نقطه رو نوشته کن. مقتصد این نقطه یعنی آدرسش بگوی چند است. گفتیم که همیشه شاگرد از اول باید X را بگیم و بعد Y نوشته کنیم. پس اول X بعد Y. در جور مرتب سیست داخل قوس خرد نوشته میکنیم. یک تا وام بینش میمانیم. خب شاگرد عزیز این نقطه X چند است؟ X‌ش آفرین میبینیم چی است؟ به شکل در محور X ها وصل میکنیم و چند است؟ 3 است. پس X‌ش میشه 3 و Y‌ش چند میشه؟ Y‌ش میشه 2. در محور Y ها 2 را قطع کرده. پس میشه 3 و 2. پس مختصات نقطه A میشه 3 و 2. درست است؟ پس اگر یک نقطه را در چی در مستوی با ما و شما بته ما شما باید بتونیم مختصاتش را نوشته کنیم. به عنوان مثال شاگرد عزیز دقت کنید. این نقطه نقطه B را با ما و شما داده. گفته ایره چی کن؟ شما مختصات نقطه B را دریافت کن. خب نقطه B را چک میکنیم. نقطه B در ما و شما این نقطه را میته. ما و شما باید بیم خود ما و شما در محور X ها وصل کنیم. در چند قطع میکنه؟ در عدد 2 مثبت. پس X ما و شما میشه 2 و وای ما و شما چی میشه؟ به محور وای های را قطع میکنیم. در چند قطع کرده؟ در منفی 3. آفرین. در منفی 3. پس میشه 2 و منفی 3. صحیحست؟ پس شاگرد عزیز دقت کنید. پس اگر یک نقطه به ما و شما بته در مستوی ما و شما میتونیم مختصات از اونها نوشته کنیم. هیچ مشکل نداره. گفتیم از اون نقطه میایم چی میکنیم؟ در محور ایکس ها وصل میکنیم، در محور وای ها هم وصل میکنیم. اول ایکس و بعد وای نوشته میکنیم. صحیحست؟ خب به عنوان مثال شاگرد عزیز دقت کنید. این نقطه چی میشه؟ این نقطه نقطه سی. مختصات نقطه سی رو به ما و شما بگین. اول چی رو نوشتن میکنیم؟ اول ایکس رو نوشتن میکنیم. ایکس چند است شاگرد عزیز؟ در محور ایکس ها وصل محور ایکس است دیگه. وصل کنیم در چند قطع کرده؟ در عدد منفی 3. پس ایکس ما و شما میشه منفی 3 و وای ما و شما چی میشه؟ در محور وای های رو قطع کن. محور وای ها میبینیم در چند قطع کرده؟ آفرین در یک مثبت. پس میشه منفی 3 و 1. صحیح است؟ تا اینجا خواستان است. بسیار مشکل نیست. اما دقت کن شاگرد عزیز، چند تا نقطه است که یارا معمولا ما دیدیم شاگردای رو غلط میکنه، اسمش غلط میشه. صحیح است؟ پس اینو ما برات میگم، یک نقطه برات میگم که رو بفهمی. این نقطه رو با ما و شما به عنوان مثال میته. این نقطه رو نقطه دقیقا روی خود محور با ما و شما میته. دقیقا روی خود محور میته. این نقطه دی نامش میگیره. گفته دی رو مختصاتش نوشته کن. شاگرد عزیز، دی در محور ایکس ها، محور ایکس ها رو چند خط کرده؟ محور ایکس ها رو دقیقا در یک. پس ایکس ما و شما یک است. اما وایش چند است؟ وایش باید در محور وای ها قطع کنیم. همین نقطه رو در محور وای میرسانیم. در چند قطع میکنه؟ در چند؟ شاگرد عزیز دقت کنید، محور ایکسش یک است اما محور وای نیسته. اینجا در محور وای چند است؟ آفرین، صفر است. پس میشه یک و صفر. صحیحست؟ پس دقت کن چند شد؟ یک و صفر. این نقطه رو بگو تو نقطه این نقطه نقطه دی ایر نامش میگیرم ای. مختصر دی ما میخوایم نوشته کنیم شاگرد عزیز. خب در روی چی است؟ در روی خود محور وای است. نقطه دی ای ما و شما محور ایکس را باید قطع کنیم. در محور ایکس قطع کنیم، در روی چند قطع کرده؟ در روی صفر. و محور وای در روی چند قطع کرده؟ محور وای روی منفی 2. پس بعد ما این کلانتر نوشته کنیم. پس ای ما و شما چند میشه؟ ای ما و شما مختصات ای میشه صفر و منفی 2. خب امی اردو را شاگرده غلط میکنه. ما دیدم شاگرده از دقت کنید، اما نقطه که در دیگه جایی بود که آسان است، در محور ایکس وای وصل میکنه، ایکس وایش نوشته میکنیم. اما اگر نقطه روی خود محور بود، روی محور ایکس اگر بود، دقت کن، روی محور ایکس اگر بود، ایکسش که عددش میفهمی وایش صفر است. خلاص روی محور ایکس بود ایکسش، اما هر چه عدد بود وایش چند میشه؟ صفر میشه. و اگر عدد شما ما شما روی محور وای بود، ایکسش صفر میشه و وایش هم عدد میشه. پس این دفعه در ذهنت باشه. صحیحست؟ اگر نقطه ما و شما در دیگه جای بود خواستان است، در محور ایکس وای وصل میکنیم و ایکس وایش میتونیم دریافت کنیم. اما اگر نقطه ما و شما روی خود محورها بود، اگر روی محور ایکس بود، ایکسش همون عدد میشه و وایش که نداریم صفر میشه. و اگر نقطه ما و شما روی محور وای بود، وایش همون عدد، ایکسش صفر. به عنوان مثال این نقطه شاگرد عزیز، این نقطه رو دقت کن، نقطه F به عنوان مثال مختصرش بگن. ای کدام روی کدام محور است؟ روی محور وای است. آفرین. وایش روی چند است؟ روی 4 است. پس وایش 4 نوشته میکنیم و ایکسش 0 نوشته میکنیم. پس میشه 0 و 4. صحیح است؟ فهم چی رقم شد نه؟ این نقطه شاگرد عزیز نقطه جی باشد به عنوان مثال. مختصر نقطه جی چی میشه؟ این نقطه. روی کدام محور است؟ روی محور ایکس است. آفرین. ایکس چند است؟ منفی 2. و وایش چند میشه؟ وایش 0. خلاص منفی 2 و 0.
سیست. پس نقاط اگر دیگه جای باشه خواستان است، اما اگر روی محورها باشد، گفتیم بسیار آسان، روی محورها باشد شما چی میکنید؟ میبینید که روی کدام محور؟ روی ایکس است، ایکسش هم عدد میشه، وایش صفر. اگر روی محور وای باشد، وایش هم عدد میشه و ایکسش صفر میشه. دقت کن شاگردای درس پیش غلط نشو، همیشه اول ایکس نوشته میکنی بعد وای نوشته میکنی. همیشه اول ایکس است، اول ایکس و بعد وای. این در ذهنت باشه، اول ایکس بعد وای، درست است؟ خب پس این مختصر نقطه در مستویر، اگر با ما و شما نقطه رو بده گفتم مختصرش دریافت کنه خوب میتونیم. اما اگر برعکس با ما و شما مختصر بده و بگه نقطه رو پیدا کنه خوب هم آسان است. با عنوان مثال من یک تا مثال دیگه برکار میکنم. دقت کن شاگرد عزیز، یک تا مستوی ما و شما میکشیم، سیستم کمیات وضعیه رو میکشیم، خب با ما و شما شاگرد عزیز با ما و شما گفته این نقاط پیدا کو، نقطه ار با ما و شما گفته مختصر با ما و شما داده 3 و 1، گفته نقطه مختصر نقطه 3 و 1 است، گفته روی چی سیستم کمیات وضعیت دریافت کو یا دستگاه مختصر دکارت دریافت کو کجا میشه؟ خب کار نداره، گفتیم اول چی است؟ اول ایکسش 3 است، پس در محور ایکس ها 3 پیدا میکنیم، 1 است، 2 است، 3 است و محور وای ها 1 پیدا میکنیم، پس یک خانه باید بالا بریم، پس این نقطه نقطه چی میشه؟ نقطه ای میشه، سیست که نقطه ایکسش 3 میشه و وایش 1 میشه. نقطه بیر با ما و شما گفته دریافت کن، نقطه بیر گفته چند است؟ گفته منفی 2 و 1، به عنوان مثال منفی 2 و 1، پس اول ایکسش چند است؟ ایکسش منفی 2 است، در محور ایکس ها منفی 2 رو پیدا میکنیم و در محور وای 1 تا 1 تا در بالا باید باشه، چون 1 مثبت است، این نقطه میشه نقطه بی، سیست. نقطه سی رو با ما و شما گفته دریافت کن، به عنوان مثال با ما و شما میته 0 و منفی 3، این نقطه دقت کن شاگرد عزیز، ایکسش 0 است، وایش منفی 3 است، پس فقط در محور وای ها منفی 0 پیدا میکنیم، در محور وای ها منفی 3، منفی 1، منفی 2، منفی 3، این نقطه میشه نقطه سی، سیست؟ پس بسیار آسان شاگرد عزیز، پس اگر با ما و شما شاگرد عزیز چه نقطه را بتا گفته مختصرش دریافت کو آسان است، میتونیم از روی نظر به شک دریافت میکنیم، اما اگر مختصات بتا گفته نقطه شکش پیدا کو، شما یک تا چی سیستم کمیات وضعیه یا دستگاه مختصات دیکارت فرق نمیکنه میکشه و اون نقاط پیدا میتونی، درست است؟ پس هم از عنوان دوم درس ما و شما مختصات نقطه در مستوی، شاگرد عزیز دقت کنین، بسیار درس آسان و ساده است ولی بسیار مهم است، دیر باید یاد داشته باشی، چون اگر یاد نداشته باشی دیگه درس بعدی رو باز نمیفهمی، صحیح؟ پس یارا خوب کار کن در خانه، در کتابچه خوب شکل بکش، سیستم کمیات وضعیت بکش، چند نقطه رو خودت پیدا کن و چند مختصات باز بر خودت بده نقطه رو پیدا کن، درست است؟ خب شاگردای عزیز و گرامی، پس مختصات نقطه در مستوی یا صفحه را ما و شما خواندیم و دیدیم که بسیار آسان ما میتونیم، اگر به ما و شما مختصات داده باشد ما میتونیم نقطه را پیدا کنیم و اگر نقطه داده باشد ما و شما باید بتونیم مختصاتش را بنویسیم، درست است؟ اما کارخانگی، کارخانگی چی است؟ تمرین های صفحه 203، 204 و 206 کتاب حل کنید و به ما روان کنید، درست است؟ از طریق چی روان میکنید؟ از طریق واتساپ، نمبرش هم 209647802554013، درست است؟ شاگرد عزیز و گرامی، پایان درس اول از فصل هشتم. خب شاگرد عزیز، درس امروز ما و شما خلاص شد، شما رو به خداوند بزرگ و مهربان میسپارم.